خب عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما بینندگان محترم. امروز در خدمت یکی از اساتید و هنرمندان خیلی خوبمون هستیم، جناب آقای مجید جوادی. مجید جان خیلی ممنون از اینکه وقتتون به ما دادین و خوشحالم از اینکه در مقابل شما نشستم و دارم باهاتون صحبت میکنم. باعث افتخارمه اگه امکان داره یه مقدار در مورد خودتون یه بایوگرافی بفرمایید تا بریم سراغ مصاحبه. عرض ادب و احترام قربان شما، ممنون از محبتت پیمان جان. لطف داری، این گرفتاری ما با این واژه استاد هیچ وقت حل نمیشه و یه باز یاران گوهر تحسین نثارم میکنن، من نیم لایق اینان شرم سارم میکنن. این گرفتاری ما با واژه استاد هیچ وقت تموم نشده. البته من از 20 سالگی استاد بودم، الانم دیگه کم کم باور کردم، اگر بهم نگن ناراحت میشم، ولی حقیقت اینه که من شاگرد همه شاگردها هستم و دستبوس همه دوستان و علاقمندان به دنیای هنر. و خواهشی که دارم این استادو، حالا این بار از روی محبت گفتی، ولی بردار همون مجید جوادی ساده رو که بخش عمدهش هم اضافه است به من بگی دستبوست هستم، در خدمت هستم. اگر که در بابی باید صحبت کرد اطاعت میکنم. سوال اولم این هستش که ما اصولا به چه کسی باید مخاطبمون رو کی باید استاد صدا کنیم؟ چه ویژگی هایی به نظرتون یک نفر داری که بهش استاد میگی؟ میگه خواهی که شبیه خوشنویس، هی بنویس، هی بنویس، هی بنویس. این مثال خوشنویس هاست و این که میگن یه 40 سالی حداقل باید در حقیقت بنویسی و وقتی که یه مقداری پشتت خمیده شد کم کم نشانه هایی از استادی در تو دیده میشه. ولی در مجموع سخن من فکر میکنم کسی که احاطه و مشرف هست به تمامی علوم یک بخشی در هر حیطه، نه در دنیای هنر، و حداقل اون 40 سال و مشقت و ممارست و پیگیری و عرض کنم تداوم داشته توی کار خودش و مبدع بوده به درستی. حالا در دنیای هنر معیارهای زیباشناسی هست که بسیار حائز اهمیته، یعنی آفریدن، آفرینش با معیارهای درست و به جای زیبا شناسی. میتونیم بعد از اون گذشته سالها این نام استادی رو برش به او گفت، ولی حقیقت کلام اینجاست که فرق هنرمند و در حقیقت یک کسی که کار تکنیکی میکنن باز باید متفاوت باشه. من بیشتر خودمو توی دسته دوم میدونم، حالا بعضا هنرمندم به من خطاب میکنه، ولی من فکر نمی کنم که هنرمندم باشم، به دلیل اینکه هنرم یعنی باید چیزی رو نوعی رو آفریده باشی و من هنوز چون کاری رو دست نیازیدم و فاصله های من بسیاره. ولی من بیشتر اگر قرار باشه خودمو بهتر معرفی بکنم جزو علاقمندان دنیای هنر هستم و فقط کردیتی که دارم اینی که علاقم یه مقداری بیش از دیگران هست. شاید همین این که در چه زمینه های مجید جان شما فعالیت میکنید؟ در زمینه هنر در چه زمینه هایی؟ درد من در دنیای هنر یکی دوتا نبوده متاسفانه و اینم نمیدونم از کجا میاد. من گرفتاریم در شاخه های متعدد هنری بوده، اما امروزه روی سه بخشش بیشتر معطوف هستم و اون شامل موسیقی، نقاشی و دنیای شعرخوانی یا دکلمه هست. تحصیلات دانشگاهی من در هنرهای تجسمی شاخه نقاشی بوده و عشق و شور و هیجان من همیشه در دنیای موسیقی بوده و سالها به اجرای برنامه پرداختم و جسارت هایی کردم در این باب و بیشترم از دنیای موسیقی اصیل سنتی ایرانی بر میاد و در حیطه خوانندگی به اون پرداختم و به قول هوشنگ ابتهاج گفتن بعضی از افراد این شعرهای ما رو باور کردن، ما هم بعضی ها از صدای ما تعریف کردن و ما خودمونم باور کردیم شاید خوب هست، ولی یک سرصداهایی از اون باب داشتم و یک جنون و عشق و هیجان قریبی هم من به شعر و ادبیات و بزرگانمون دارم که اونها رو در قالب دکلمه و شعرخوانی ارائه دادم خدمت دوستان و به واسطه اون شور و هیجانی که به موسیقی هم داشتم این دوتا رو سعی بر این داشتم که تلفیق درست رو به جایی به کار ببرم و در حقیقت گویش کلام و
ادبیاتمون رو نزدیک بکنن به دنیای آسمانی موسیقی و در قالب دکلمه و یا شعرخوانی اونها رو با یک رویکرد نوعی خدمت دوستان ارائه بدن. بسیار عالی. مجید جان من باید به واقعیت شما رو استاد خطاب کنم، ولی بنابر توصیه که خودتون کردین با اجازتون به اسم کوچیک صداتون میکنم. ممنون میشم. مجید جان شما تحصیلاتتون در ایران بوده، درست است؟ بله. فکر میکنید تهران نقاشی خوندم. فکر میکنید که اگه به عنوان یک هنرمند اگه به جای ایران در خارج از ایران تحصیل کرده بودین چه میزان تفاوت داشتش امروز کارتون؟ حالا علاوه بهتر بودن یا پایین تر بودن صحبت نمی کنم. فکر میکنید که چه تأثیری میذاره وقتی که یک هنرمندی در داخل ایران هستش یا در خارج ایران تحصیل میکنه؟ عرض کنم که فرمود همه چیز را همگان دانند، هشدار تا نپرسی ندانی. من فکر نمی کنم تأثیر غریبی داشته باشه، بیشتر به عشق و شور و هیجان، مخصوصا وقتی توی مقوله هنر هستی به اون هیجان و شور خودت برمیگرده. میگه بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد. این که تو کجا تأثیر میکنی درسته به لحاظ علمی تأثیراتی داره در تو، اما اگر که من بعضا تو کلاسان به هنرجو میگم اگر که تو علاقه من نباشی، من داوینچی هم که باشم نمیتونم برای تو کاری بکنم. اون شور و هیجان و علاقمندی فرد هست که تأثیر اصلی رو توی دنیای آموختن در حقیقت روی اون میگذاره. این خیلی خیلی حائز اهمیت هست و من جزو خوشبخت ها بودم از این باب که بسیار کنجکاو بودم، بسیار رو من تأثیر میذاشته این زیبایی ها و سعی میکنم که الانم یک ادا و سایه های از اون باشم. و بیشتر من فکر میکنم به خود اون شخص و اون هیجانات درونی و حقیقی اون شخص برمیگرده که فرمود عشق حقیقی است. مجازی مگیر این دم شیر است، به بازی نگیر. و واقعیت امرم همیشه من فکر میکنم همین بوده. اگر کسانی به سعادتی رسیدند یه از خود به طلب هرانچه خواهی که دویی، قطعا خودشون بیشتر این تأثیر رو گذاشتن. اما دانشگاه اون زمانی که در حقیقت ما تحصیل میکردیم در دانشگاه، اساتید به جواب و شایستهی بودند که بسیار من ازشون آموختم و همیشه هم دستبوس این بزرگواران و محبت اینشون هستم. بله بسیار هم عالی. من میخواهم بدونم شما به عنوان یک معلمی که در از شاگردانی هم در این زمینه دارین و باهاشون کار میکنید، هنر در بین خانوم ها و آقایون در ایران آیا اون تعادل رو داره یا جامعه برای کار مردان بازتر هستش؟ چون اگه توی این بحث بریم میتونیم بگیم که خارج از ایران برای خانوم هایی که شاید تحصیل میکنن مناسب تر باشه، و اگر نه پس تفاوتی نداره واقعا جغرافیا در هنرمند بودن یک شخص؟ بله بسیار حائز اهمیت هست که نگاه و روی کرده ما در ابتدا، یعنی باید تکلیف ما مشخص باشه. من همیشه اولین سوالمو در این باب به این گونه مطرح میکنم که تو اصلا میپذیری که زن و مرد با هم برابر هستن یا خیر؟ ما از اینجا باید بیایم توی این بازی. اگر نمیپذیری اصلا اول باید من از دو شاخه بکشی دیگه، اصلا ما هیچ صحبتی نداریم و حتما تو درست میگی و ما رها میشیم دیگه، راحت میشیم، هر دو راحت میشیم. اما باور من حقیقت همیشه همینطور بوده که قطعا این دو موجود حتما با هم برابر هستن به هر شکل و بابی که شما فکر میکنی. شما توانایی در مرد میبینی که به گونه دیگه در زن هست و برعکس. و وقتی که نگاه ما به این گونه نباشه، بستر و محیط به درستی مهیا نمیشه، بعد نمیتونیم ما قضاوت درستی بکنیم. یعنی این میزان کردیتی که شما به مردها میدی آیا به زنم میدی؟ اگر میدی اون وقت میتونی منتظر نتیجه درست باشی، ولی متاسفانه هیچ وقت اینجوری نبوده. و در ایران هم که این حکایت ها پررنگ تره، یه خود بس
به جاهای دیگه کشیده میشه. ولی من فکر نمی کنم که این انصاف و برابری بوده باشه بین این دو موجود، و به همین دلیل هست که خب شما یک رشد به مراتب بیشتری رو در مردها میبینی. دلیلش هم همون بودی که عرض کردم. و اگر که قرار باشه که حالا ما توی کارهای کاربردی تر مثل مثلا گرافیک، اگر من مثال بزنم، چون دنیای مثلا نقاشی مداری خالصتره و شخصیتره، قصهش فرق میکنه. یک خانم میتونه هزاران تابلو برای خودش بکشه، گوشه یه انبار دیگر داره و هیچ استفاده هم ازش نشه یا نتونه بفروشه یا الاخر. ولی دنیای گرافیک کاربردی تر هست و حتما باید در حقیقت با مسائل مالی در ارتباط بیشتری باشه. ما ببینیم که بخش آقایون به مراتب سنگین تر و قوی تره و اون سردمداران و خداوندگاران این دنیای گرافیکی که عرض کردم به مراتب شناخته شده تر هستن. این نشان از این داره که حتما اون تساوی به درستی برقرار نبوده و این جای بسی تأسف هست. مجید جان، شما فکر میکنی که وجود جشنواره و فستیوال تا چه حد میتونه واسه کسایی که یک هنری دارن و میخوان خودشون رو نشون بدن تأثیر داشته باشه؟ من فکر کنم بسیار حائز اهمیته. جشنواره ها، فستیوال ها، بسیار اینا موقعیت های بسیار بسیار مناسبیه برای کسانی که حقیقتا یک نبوغی دارن و عرض به خدمتتون که دارای ویژگی های خاصی هستند و امکان دیده شدن ندارن و قطعا توی این جشنواره ها میتونن خودنمایی بکنن و اگر که چیزی در چنته دارن به رخ بکشونن و دیگران هم آگاه بشن. و خیلی از کسانی که امروز ما به عنوان نامداران این حیطه میشناسیم کسانی بودن که از همین دنیاها برآمدند. جشنواره‌هایی که به نظر شما در سطح خیلی خوبی از لحاظ بین‌المللی برگزار میشن چه خصوصیاتی دارند؟ اولین اتفاق من فکر میکنم برنامه‌ریزی درست اونها هست. جشنواره‌های بزرگی که ما میشناسیم اینها برنامه ریزی حسابی و از پیش تعیین شده ای دارن. گرفتاری ما خیلی جاها که من دعوت میشم برای اجرای برنامه یا از این دست، گرفتاری اولی من اینه که من کاملا متوجه میشم که اینا 10 روز نهایتا بیشتر وقت نذاشتن برای اینکه اصلا استاد این حکایت زده بشه. حالا مثلا یک برنامه مهم تلویزیونی هست، قراره که یک کارهایی من بکنم، حالا به لحاظ اجرا یا مصاحبه اینا، ولی هیچ برنامه، هیچ نظمی، هیچ ترتیبی. خب به همین سرعت ادیت هم صورت میگیره. شما بهترین ادیتور هم باشی قطعا اون چیزی که باید و نمیتونی انجام بدی و در نهایت خروجی که شما داری خروجی نیست که جذابیت داشته باشه برای مستمع یا تماشاگر. به خاطر همین هست که اون برنامه ریزی اولین اتفاق مهم برای جشنواره و فستیوال هست. وگرنه هر کسی میتونه جشنواره و فستیوال رو راه اندازی بکنه، اما خروجیش باید ببینیم چی هست و استمرارش مهمتر از همه. و دوم اینکه متخصصینی که در اون جشنواره حضور دارن، یعنی شما باید تمیز بدی که واقعا کی تو چه حیطه‌ای تبحر داره. اگر که من دم از نقاشی میزنم که 2 ساعت گفته چون نیم کردار نیست، تمام توانایی من در اثر هنری که آفریده شده متجلی است و بیش از اون فقط زیاده گویی است، یا در موسیقی، در همین دکلمه و یا هر حیطه دیگه از فعالیت هنری، تخصص، استفاده از متخصصین بسیار حائز اهمیته. این دو رکن رو اگر داشته باشن من فکر میکنم که کفایت میکنه برای اینکه یک جشنواره یا فستیوال درست بتونه خودشو نشون بده. بسیاری از اساتید هستن که سلایق مختلفی دارن، مثلا در زمینه موسیقی فرض بفرمایید که در شاخه های مختلف هستش و خیلی از اوقات دیدیم که توی یک فستیوال یا جشنواره یک نفر نتونسته اصلا رأی داوران رو بگیره، ولی بعدن در میان مردم انقدر که به محبوبیت رسیده تونسته که یک جایگاه خوبی برای خودش پیدا بکنه. به نظر شما اساتیدی که میان اونجا برای اینکه تعیین حکم بکنن و رأی گیری انجام بدن
اونها باید به چه مسائلی، مثلا در زمینه موسیقی فرض بفرمایید، در چه زمینه باید در بیشتر بررسی بکنن برای انتخاب کردن اون فرد؟ این گرفتاری بسیار عمیق و قدیمی هست، این مطلبی که شما اشاره فرمودید و مستلزم زبان بسیار برای شکافتنش. اما این پارادوکسی که این توی این حکایت همیشه بوده از گذشته‌های دور، بحث هنر برای هنر یا هنر برای مردمه. بحث اینجاست که میگه دندان چو در دهان نیست خنده بدنماست، دکان بی متاع چرا وا کند کسی. باید ببینیم رسالت هنرمند چی هست. هنرمند رسالتی داره، یعنی یک وظیفه‌ای به دوش داره و اون جلوتر حرکت کردن و دیدن روشنایی ها و گرفتن دیگران و نشون دادن اون زیبایی هاست. یعنی همیشه جلوتر از زمان خودش حرکت میکنه. من اینو کاملا میپذیرم، اما این حرکت کردن به رو به جلو باید به گونه‌ای باشه که منم برسم بهت نازنین. اگر تو سر قله باشی، من اون ابتدا و هی داد بزنی از اینجا بیا از اونجا بیا، من راه قطعا پیدا نمی کنم. به قول تقی جعفری گفتش که این فتیله رو باید اندازه کافی کشید بالا، و اگر که شما زیادی بخوای جلو حرکت بکنی، صدای تو شنیده نمیشه و بعد درسته 50 سال دیگه 100 سال دیگه میفهمن که تو چی گفتی، اما امروز باید چی کار کرد؟ اشکال با اینه که ما همه میخوایم توی اون قله حرکت بکنیم و انتخاب ها اگر که بخواد یه مقدار منصفانه باشه، باید حتما به گمان من مردمان اون خطه و اون سرزمین رو باید در نظر گرفت. یعنی نظر و سلیقه مردم هم بسیار حائز اهمیته. ما بارها دیدیم توی جشنواره هایی که قطعاتی که کاملا خارج از دور بوده همیشه بهترین بوده به نظر مردم. حتما باید نظر مردم به علاوه اون بحث کارشناسی توامان باشه. اگر این اتفاق صورت نگیره، معمولا کارهایی تولید میشن که مخاطب ندارن. میگفت برای یکی داری رانندگی میکنی همه خوابن، و این خیلی خوب نیست. یعنی شما 100 تا اثر در سال داری، 90 تاش 50 سال جلوتر از خودمون هستن. خب هم گرفتار عرض به خدمتون لودگی ها و قصه های سطحی و ابتدایی دنیای هنر هستن. میگم اگر حافظ رو نمیفهمی، شهریار رو بخون. بزرگوار حافظ فرمود هرچه دارم همه از دولت حافظ، دولت قرآن دارم. حضرت شهریار فرمود هرچه دارم همه از دولت حافظ دارم. شما خلاصه کلام به قول مولانا فرمود که لنگ و لوگ و چفت شکل و بی ادب، سوی او می غیژ و او را می طلب. صحبت اینجاست که اون اثری که تولید میشه هم به لحاظ موسیقایی و علم موسیقایی باید در شأن و منزلت درستی باشه، هم نظر مردمان روزگار خودش رو بتونه تأمین بکنه، که فرمود هوشمند کسی است که بیشترین انطباق و تطبیق را با روزگار معاصر خود دارد. و این خیلی خیلی حائز اهمیت برای انتخاب درست و شایسته یک اثر. همونجور که میدونید ما برنامه به نام پرژن اوارز داریم تهیه میکنیم که هدفمون بالا بردن سطح در اصل جامعه های هنری که دارن در ایران فعالیت میکنن و در خارج از ایران فعالیت میکنن، و کلن تمام کامیونیتی ایرانی رو میخوایم به یه شکلی وارد یک دنیای از جایزه بین المللی بکنیم که در جایگاه خیلی خوبی قرار بگیره در آینده. توصیه که شما برای ما دارین که بتونیم بهتر این روند رو پیش بگیریم چی هستش؟ من به اون دو مطلب قبل اشاره میکنم مجدد. به قول داریوش گفت برای رسیدن به آزادی خیلی کارا رو نباید کرد. جمله از داوینچی خوندم در کتاب چگونه مثل داوینچی فکر بکنیم، گفتش که هنر اون چیزی نیست که، جمله منفیه ولی برای من خیلی تبعات مثبت داشته، گفت هنر اون چیزی نیست که آفریده میشه، اینه که چند میتونی بفروشیش. عکس سهراب روی تاقچه، غزلش گوشه انبار. بسیار حائز اهمیت هست که برنامه ریزی در ابتدای سخن داشته باشه، یعنی این کاری که میخوایم انجام بدیم که دوستان
حتما من میشناسمشون، به درستی برنامه رو دارم، من فقط جسارت میکنم و مشق پس میدم. برنامه ریزی ابتدایی که اصلا اساسا هدف این حکایت چی هست و چه ملزوماتی داره، و عرض به خدمتون قصه دوم، یعنی هدف این حکایت چیه، ما میخوایم به چی برسیم که شما اشاره فرمودید. اما خیلی چیزها رو ما در سر داریم ولی در عمل متاسفانه به جایی نمیرسیم. ابتدای سخن برنامه ریزی. من خودم همیشه هر کاری که دارم، قول دوست من یه جایی رفتم شامپو بگیرم، یک ساعتی درگیر این شامپو بودم، بعد این فروشنده آخرش با تجرم رو انداخت بیرون، گفت آقا شما چجوری میخوای زن بگیری شامپو که اینجوری نمیخرم، بزرگوار یک ساعت درگیر شامپو هستیم. این واقعیت و گرفتاری در من هست، ولی خب فرق من با دوستان محترم اینه که اونا وقت و تحمل بسیار میکنن، آخر پیدا میکنن انتخابشون درسته، من وقت میذارم آخر بدترینش انتخاب میکنم. اما سخن اینجاست که بعد از برنامه ریزی باید بریم سراغ استفاده از متخصصین و کسانی که کاربلد هستن و حقیقتا خداوندگار رشته فعالیتی خودشون هستن. دو، و مسئله ای که بسیار حائز اهمیته در غایت، من فکر میکنم که فرمود که شکم گرسنه ایمون نداره، مسائل مالی و حمایت از این برنامه ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست، اگر که قراره که تداوم داشته باشه. این یه موقعی هست که ما برنامه ریزی داریم، از متخصصین قابل هم استفاده می کنیم، اما اونجوری که باید حمایت نمیشه. اما من معتقدم که در نهایت اگر که شما به درستی این دو مقوله رو در نظر بگیری، حتما دیده میشی و کسانی هستن که بیان به شما از شما حمایت بکنن، چون خودشون هم به گونه زینف این حکایت هستن. و خواهشی که من دارم از تمام خوبان این که اگر که برنامه‌ای به درستی قدم برمی‌داره، قطع به یقین بدونید که حمایت شما باعث سرپای اون خواهد بود، وگرنه به زودی رو به اتمام خواهد رفت. امیدوارم که برنامه شما که این همه زحمت و مشقت پشت حکایت هست که به گونه ای من باش آشنا هستم، این راه رو به درستی پی بکنه و به جاهای خوب و روشن برسه و منم در کنار شما لذت ببرم و افتخار بکنم به این حکایت. من هم امیدوارم که در کنار اساتیدی مثل شما بتونیم که در راه درست قدم برداریم و کمکی باشیم به جامعه ایرانی. مجد جان، فرمودید که دکلمه اشعار انجام میدید، اگه بخوایم یک قسمتی رو در جشنواره بذاریم که مبحثش بر روی دکلمه اشعار باشه، به نظر شما کسانی که راوی هستن و کسانی که دکلمه میکنن چه ویژگی باید داشته باشن؟ من میدونم که خیلی از دوستان، یعنی اساسا ما مردمان مشرق زمین به دلایل حالا بسیار طولانی که اونم مفصل هست و باید بعداً بهش پرداخت، خیلی گرفتار و علاقه‌مند به دنیای سورئال هستیم و یکی از بارزترین المان‌های کاربردی در حقیقت دنیای سورئال در ادبیات و کلام هست. چو انگار بلند دست آشیانه، قناعت کن تخم مرغ خانه. این حداقل حرفش که میتونیم بزنیم، یه کاغذ و قلم میخواد. به خاطر همین هم هست که خیلی از خداوندگاران دنیای ادبیات ما متاسفانه به لحاظ مالی در وضعیت خیلی خوبی نبودن، چون در اون دنیای زیبای آسمانی خودشون همیشه سیر کردن و آفریدند و بالطبع تأثیر روی مردمانشون هم گذاشتن و خیلی از جوانها رو امروز من میدونم که خیلی خیلی علاقمند به دنیای دکلمه هستن. ولی این دنیا هم مثل قصه های دیگه، بخش های دیگه دنیای هنر، خیلی مظلوم واقع شده و اینا تریبون درستی برای در حقیقت ارائه کاراشون نداشتن. یعنی هر کسی خودش به تنهایی فعالیت کرده. خیلی از کسانی که حالا بعضا با من آشنا میشن، کارهای منو میبینن، خیلی اظهار تعجب میکنن که آقا شما کجا بودین، چیکار میکنین؟ من همیشه بودم، همیشه هم کار کردم، همیشه هم کار من همیشه بوده. ولی خب شنیده نشده. یه بخشش به خاطر تنبلی خود من هست، یکم دنیای دیجیتال هم که اومده، ما هم که جزء بی‌سوادان هستیم توی این حکایت ها و تا بخوایم هشتگ رو پیدا بکنیم، به قول دوستیمون یه اتفاق دیگه پیش میاد و از خدمتتون زمان میگذره. ولی یعنی من کارم تولید اون اثر هست، انقدر شور و هیجان برای تولید اون کار دارم که دیگه برای ارائهش متاسفانه اون وقت پیدا نمیشه. و میدونم که کسانی هستن که
خیلی خیلی عمیق و قوی این کار شعرخوانی و دکلمه رو انجام میدن و خوشبختانه خیلی هم خوب شنیده شده نسبت به سالهای پیش. امروزه به نظر من به مدد همین دنیای دیجیتال خیلی بهتر این دوستان شنیده شدن، ولی هنوز خیلی فاصله داره با این که بخواد به درستی و اون اندازه هایی که شایسته و بایسته هستن دیده بشن. در زمینه نقاشی شما فکر میکنید که چون نقاشی مقدار مثل یعنی همه هنرها در از طیف وسیعی دارن و در زمینه های مختلف هستن، کسایی که کار نقاشی انجام میدن آیا باید هر کدومشون در یک دسته جداگانه باشه؟ مثلا فرض بفرمایید کسی که کار مداد رنگی انجام میده، کسی که کار آب رنگ انجام میده، هر کدوم باید در یک قسمت باشن یا به صورت کلی همه در بخش نقاشی مطرح میشن و برای انتخابشون چطور باید عمل کردش؟ عرض کنم خدمتون که بله دستبندی های متفاوت دارن و اگر این دستبندی ها باشه درستر میشه نظر داد، چون کسانی هستن که مثلا توی آبرنگ بسیار متبحر هستن اما این تبحر رو توی رنگ روغن ندارن، یا کسانی هستن که خداوندگاران رنگ روغنن اما مثلا توی مداد رنگی یا اکرولیک این توانایی رو ندارن. حالا جدای از تکنیک، این موقع ما از متریال و تکنیک داریم صحبت میکنیم، میگیم مثلا دسته رنگ روغن، اوکی، کسانی که رنگ روغن کار میکنن، حالا اونجا به سبک و سیاق هم برمیگرده، تو چه سبکی شما مدعی هستی؟ آیا توی دنیای رئال، توی سورو رئال، هایپر رئال، توی امپرسیون، توی کوبیسم، توی چه سبک و مکتبی داری ادعا میکنی؟ و اینم بسیار حائز اهمیته، یعنی کسی که خیلی خیلی قوی هست توی مثلا هایپر رئالیسم، کسانی که عین عکس واقع نگرایی میکنن، که حالا خوب بعدش هم باز یه حکایت جداگونه ای داره توی صحبت، این بزرگوار رو نمیتونی بیایی با کسی که مثلا خیلی خیلی خوبه توی دنیای سورئال یا امپرسیون اینا رو با هم دیگه قیاس بکنی، چون اینا توی لول های متفاوتی هستن، یعنی خیلی خیلی فرق میکنه، مگر اینکه شما یک موضوع داشته باشی هر کسی از زن خود شد یار من بشه. شما میگی مثلا در باب عشق یک تابلوی بیافرینی، حالا هر کسی تو سبک و سیاقش کار میکنه و کسانی هم که امتیاز میخوام بدن به اون در حقیقت کارها باید کسانی باشن که حداقل اشراف کلی نسبت تمامی سبک و سیاقها و تکنیک ها داشته باشن که انتخاب درستی صورت بگیره. و یه موقعی هم هست که موضوعی ما کار میکنیم، مثلا تو بخش منظره ما میگیم اوکی، حالا خود اونم باز دوره تقسیمات دیگه میتونه داشته باشه که چه موضوعی، چه بخشی از منظره رو مد نظر ما داریم، لندسکیپ رو که یک چشم انداز رو داریم ما میگیم، در رابطه با یک عرض به خدمتتون جای بسته تر داریم کار میکنیم، یا فصل های مختلف، یا از دریا داریم صحبت میکنیم، از جنگل داریم صحبت میکنیم، چه بخشی از منظره رو مد نظر داریم. ولی اون معمولا یه مقداری میشه روش مسلط بود، یعنی ما میگیم که اوکی نقاشی رنگ روغن، منظره، کسانی که تو این حیطه مدعی هستن کاراشون رو ارسال میکنن و از توی اونها کارها انتخاب میشه. و اگر که دسته بندی باشه، بخوام جواب درستی به سوال شما بدم، اگر که دسته بندی باشه منصفانه تر خواهد بود، سخت تر هست اما منصفانه تر هم هست. مجدشان، بسیاری از هنرمندان توی ایران، حالا بغیر از هنرمندانی مثل بازیگرها که اونم یه تعداد خاصی هستند که درآمدهای خیلی خوبی دارن، بسیاری از هنرمندان توی ایران هستن که هنرمندای خیلی خوبی هستن ولی زندگی‌های علاوه اقتصادی زیاد خوبی ندارن. شما فکر میکنید که چه کاری میشه برای اینها انجام داد برای اینکه بتونن خودشون رو مطرح بکنن؟ و آیا اصلا جامعه ما جامعه هستش که بستر مناسب برای اینجور هنرمندان باشه یا خیر؟ خب حریفان هر یک آوردن دست سودای خود سودی، زیان آورده من بودم که دنبال هنر رفتم، به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم، به دل امید درمان داشتم درماند تر رفتم. بس اینه که اول از همه ما باید تمیز بدیم هنر رو از هنر. به یه موقع اصلا واقعا شما یک اثر هنری، من مطمئنم که، من مثال خیلی ساده میزنم، تمیز تو خونه های خودمون
اقوام، دوستان، نزدیکان، اطراف. شما ببینید کدومشون یک اثر اورجینال درست یک نقاش روی دیوار دارن. همین یک کلام کافی میکنه همه حرفو تمام میکنه دیگه. بحث اینه که اون کسانی که به لحاظ مالی وضعیت درستی ندارن خب قابل قبوله، اما کسانی که در وضعیت خوبی هستن و متمول هستن، اینها باید توی شأن و منزلت درست از فرهنگ قرار بگیرن که کسی که در دنیای هنر فعالیت میکنه باید حمایت بشه، یعنی کسی که خوب کار میکنه. اشکال کار اینه که ما همیشه استارتامون خیلی خوبه، استارتهای خیلی قوی میزنیم و وسط راه به یه بیراهه ها و یه بحثای دیگه میرسیم که اصلا کل صورت مسئله فراموش میشه. یعنی شما کسی که آقا ما میام در دنیای مثلا نقاشی یا در دنیای موسیقی، اوکی، فستیوال میذاریم، جشنواره میذاریم، کسانی رو معرفی میکنیم، این همون درست انتخاب کردن است که قبلا صحبت کردم خدمتتون. اما در نهایت این خیلی از دوستان، حالا با کارهای من همین الان این نمایشگاهی رو توی استادیوم دارم که در خدمت دوستان هستم، خیلی ها میان میبینن کارا رو و بعضا من میشناسمشون و صرافا و بهبه و چهچه هستن. بزرگوار، من این کارا رو برای بهبه و چهچهی نذاشتم، اینو من میدونم حالا تو چه اندازه‌ای هست، خیلی هم سپاسگزارم، ولی بحث اینه که تو باید فکر بکنی کسی که اینجا یک محصولی گذاشته، مثل اینکه شما یه جایی میری عرض به خدمتون هندونا رو میبینی میگه عجب هندونای خوبش، یعنی بهبه عالی خوب، باید بخریش دیگه. بحث اینجاست که باید حمایت بکنی، اگر حمایت نکنی من به فکرهای دیگه میفتم و دیگه رها میکنم این حکایتو. یعنی آسه این اتفاق میفته، چون جبر زمانه این قصه رو رقم میزنه، نه اینکه من بخوام. وقت میرم واسه در خودم، واسه عشق خودم شروع میکنم کار کردن، اون دیگه از دنیای حرفه‌ای خارج میشه. وقتی ما میگیم حرفه‌ای، یعنی حرفش اینه، شغلش اینه، از این درآمد، از این بابت درآمد داره، ارتزاق میکنه و الی آخر. این حمایت کردن از هنرمند فقط در قالب کلام نباید باشه نازنین، بسیار بسیار حائز اهمیته. وقتی که درست حمایت نمیشه، درست شناخته نشده نمیشه، من هنرمندم نمیدونم واقعا محصولی که دارم اصلا قابل فروش هست نیست و رو چه قیمتی اصلا باید حکایت، این چه روی چه قیمتی باید اشاره داشته باشم روی کارام، 5,000 دلار، 10,000 دلار، 500 دلار، 50,000 دلار. و اینها وظیفه اون بزرگوارانیه که باید در حقیقت هنرمندان خوب خودشون همه جای دنیا این شکلی هست بشناسونن که این طرف مشقت داشته، ممارست داشته، کارش تو چه سطح و لبلی هست و حالا باید ازش حمایت کرد. دیگری نه، توی این اندازه ها نیست، باید خارج از حکایت باشه تا به اون آمادگی برسه. کسانی که توی ایران فعالیت هنری میکنن، اونایی که حقیقی هستن، انقدر درگیر این دنیای زیبا میشن و میگه به دریایی در افتادم که پایانش نمیدانمه، انقدر درگیر این حکایت میشن که آسه آسه گذر زمان رو فراموش میکنن که باید ارتزاق هم بکنن، باید که آب لیمو هم بخرن، باید که مورگیج هم بدن و و و یه موقعی به خودشون میان که میبینن که امکان نداره، وقت باید به سمت و سوهای دیگه‌ای برن. چون خود هنرمندا به قول دکتر آیت اللهی استادی داشتیم دانشگاه، فرمود گیجترین آدم ها نقاش ها هستن، یه دست پولو بهش میدی 10 بار میشمره آخر هم بهت اشتباه میگه. اینا در یک دنیای دیگه ای سیر میکنن. به خاطر همینه که معمولا مدیرای هنری و مدیرای برنامه، اونا که توی لول های عالی هستن، اونها این کارا رو براشون انجام میدن. اما حداقل دانش ما نسبت به هنرمندای خوبمون، حداقل کسانی که ما یه احساس خوبی نسبت به اثر این بزرگوار داریم، اینه که حمایت بشه و اندازه بضاعتمون از اونها خریداری بشه در هر حیطه هنری، فرق نمیکنه، که این باعث دلخوشی و دلگرمی اون هنرمند بشه برای کارهای بهتر. کار یعنی همین کارها همینجوری بهتر میشه. وقتی از من حمایت میکنی، من تشویق میشم، ترغیب میشم، رزق و روزیم درست میشه و میرم سراغ کارهای بهتر، کارهای بهتر برای شما تولید میکنم و وظیفه من برای شماست. اما یه موقع هست که هم عرض کردم که برای کی رانندگی میکنی، همه خوابن.
و وقتی که حمایت نمیشه به درستی، اون وقت من گرفتار مسائل مالی روزمره زندگی میشم و آسه آسه اون بخش خوب من که خیلی هم خوب، اگر توش منی که عرض میکنم، من نوعی رو عرض میکنم، بیادبی نباشه، این تحلیل میره و آسه آسه به گوشه ای رها میشه و من میشم عرض به خدمتون، نمیدونم ریل استیت، مثال ریل استیتی که حالا یه خودم نقاشی هم میکنه، در صورتی که میتونست این نقاش خیلی قدری باشه، یا هر کاری. من وقتی که من چون میگم عشق و علاقه زیادی به شاخه‌های متعدد هنری دارم، مثلا همین دکلمه رو من عرض میکنم، این دکلمه شما یه دکلمه 3 دقیقه رو میبینید، 3 دقیقه زمان داره، فکر میکنید خب من به راحتی مثلا من اون کار رو انجام دادم، نه نه، این مستلزم ساعتها و روزها وقت گذاشتن، چه تو بخش موسیقیش، چه تو بخش ادیت فیلمش و ساخت کلیپش هست و بسیار مستلزم زمان. خب شما اگر حمایت بکنید و خوشت بیاد از کاری که من انجام دادم، من کار بهتری میتونم برای تو دوباره بسازم و کسانی از جنس من که علاقه من به در حقیقت اندرز هستن میتونه خیلی تاثیرگذار تو زندگی تو باشه. گفت اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی، جهان آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی. و من سعی میکنم که سخن بزرگان و پدرانمون به گوش ما امروز برسه و راهگشا و کاربردی باشه برای گرفتاری های امروز روزگارمون. و کسانی که وضعیت خوبی به لحاظ مالی ندارن اما آرتیست های خوبی هستن، متاسفانه من میدونم خیلی خیلی از دوستان نزدیک منم هستن که در عین استعداد متاسفانه درگیر کارهای دیگه ای هستن و جای بسی تأسف هست. قصه فرهنگ هست، بحث فرهنگ هست که ما از هنرمندمون، چون هنرمند برای ماست، برای ما داره کار میکنه و خیلی خیلی دنیای ما رو تلطیف میکنه و زیباتر میکنه. اگر میخوای که روزگار بهتری داشته باشی باید هنرمندتو قدر بدونی. فرمود که حضرت سعدی، هنرمند هر جایی رود قدر بیند و بس صدر نشیند. اما ما کمتر شاهد این داستان بودیم و مثل همیشه امیدوار میاییم و امیدوارم میریم و امیدوار هستیم که این قصه ها به درستی رقم بخوره. کسانی که صحبت منو شنیدن، امیدوارم که یه مقداری نگاهشونو نسبت به این حکایت متفاوت بکنند و این حمایت رو از هنرمندایی که دوست دارن داشته باشن. نکته بسیار خوبی اشاره کردین که سیستم و جامعه به صورتی عمل میکنه که همه به دنبال روزمرگی باشن و امکان تفکر و فکر کردن کم کم درشون کم بشه. به همون علت که فرمودین اینقدر مشکلات زیاد میشه که دیگه نمیتونن به هنرشون کاملا بپردازن. ولی من یه سوالی که دارم این هستش که ارزش گذاری آثار هنری به چه شکلی صورت میگیره؟ فرض بفرمایید من چند وقت پیش رفته بودم جایی، یه سری مجسمه‌هایی گذاشته بودن که خیلی قشنگ بودن، قیمتایی که روش گذاشته بودن، مثلا یه مجسمه از دید من که یک مخاطب عامه هستم و زیاد تخصصی ندارم خیلی عادی بود، ولی قیمتش مثلا بود 15,000 دلار. یکی دیگه بودش که خیلی ساده بود 8,000 دلار. بعد میخوام بدونم این ارزش گذاری ها بر چه اساسی انجام میشه؟ به دو صورت باید بهش پرداخت. یکی خود هنرمند قیمت میذاره. شما میگین کار منو، وقتی کار نقاشی منو میبینی همین تصور رو داری که این کار به نظر خیلی ساده است، این چرا خیلی گرونتر از دیگه؟ به خاطر اینه که از نظر شما ساده است، ولی من میدونم که به لحاظ تکنیکی به مراتب خیلی خیلی سخت‌تر و وقت‌گیرتر هست نسبت به اون کاری که به نظر شما خیلی شلوغه و پره. اونو من خیلی راحت‌تر انجام میدم. یکی این حکایت هست، یعنی شخصی خود هنرمند میدونه که چقدر باید وقت بذاره تا دوباره این چنین چیزی رو بیافرینه. و دوم این که من عذرخواهی میکنم، یه خورده مسیج و اینا هم میاد برام، میمودارم حواسم این برام میره. و دوم این که کسانی که قیمت گذاری میکنن، اونها هم درسته که قیمت خودشون رو میگن به یک اثر هنری، اما اگر قرار باشه که این قیمت یه مقدار درست و معقول توی جامعه در حقیقت پیاده بشه و همه کس بتونه به سمتش بره یا حداقل بهش فکر بکنه، جدای اون بحث فرهنگی که باید کاربردی باشه، تو خونه هر یک باید حداقل یک تابلو نقاشی، یه دونه تابلو حداقل اورجینال باشه دیگه،
تا یک چنین حکایتی ما سالها زمان داریم متاسفانه. اما من فکر میکنم من یک پروژه ای رو به وزارت ارشاد شاید 20-25 سال پیش دادم که هنوزم خیلی مصر روی اون هستم و هنوزم درست کار میکنه. من فکر کردم یعنی دغدغه من همین بود، یعنی من و دیگرانی که از جنس من فعالیت هنری میکردن همیشه توی فروش کارشون گرفتاری داشتن دیگه. خب من حساب میکنم میگم این تابلو رو اگر مثلا 10 میلیون کمتر بفروشم خب بزرگ روزی من نمیچرخه، یه تابلو میخوام در ماه بفروشم باید حداقل 10 میلیون بفروشم که بتونم در حقیقت امرار معاش بکنم. خب این 10 میلیون شاید به نگاه دیگران خیلی زیاد باشه، اون طرف بیشتر از 1 میلیون نمیتونه پرداخت بکنه، مثال عرض میکنم. اون وقت باید خود دولت بیاد این وسط واسطه بشه. من پیشنهادی که برای ایشون داشتم یک نمایشگاه دائمی از آثار هنری بود و میگه گوش اگر گوش تو با ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خیلی خیلی فکر زیبایی هست این حکایت. حالا ما که نتونستیم حریف این بزرگواران باشن، امیدوارم یک کسی یه روزی بتونه این کار رو انجام بده. نمایشگاه های دائمی و خیلی خیلی مشخص با یک اسم و برند خیلی خیلی پررنگ در 4 نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران، طور مثال از تهران شروع بشه تا به جاهای دیگه، یک جای بزرگی اختصاص. اینا خب مستلزم اینه که یک پولی باشه که این کارا رو بشه باش کرد. یک مکان بزرگی داشته باشیم توی 4 نقطه شهر که هر کسی بتونه دسترسی داشته باشه، تو هر منطقه ای هست حداقل 4 نقطه شهر و توی اون درخواست بشه از هنرمندها هر کسی تو هر حیطه ای، و اونجا هم دقیقا جدا جدا نشانه گذاری میشه، هنرمندان نقاش، هنرمندان عرض به خدمتون مثلا ساز نمیدونم خوشنویس، مجسمه ساز یا هر حیطه دیگه ای از هنر، اینها توی اون برنامه ها باشن و عارضم خدمتون که آثارشون رو به فروش بذارن با قیمتی که معقول هست. مهم اینجاست. اما من هنرمند که انتخاب شدم و توی اون مجموعه هستم، مطمئن هستم که رو ماهی 2 تا کار رو حداقل میفروشم. یعنی اونها ملزم به این هستن که کار منو بخرن. آقا 2 تا 5 میلیون یا نه 4 تا 2500 از من میخرن. خب من چون خیالم راحته که کارمو میفروشم، دقیقاً یه شغل دارم دیگه. و کسی هم که میاد کار منو میخره، اگه من بدونم که همون مثال عرض میکنم که 10 میلیون نیاز دارم، خب 10 تا تابلو باید بکشم، 10 تا تابلو سبکتر میکشم، این 1 میلیون همون 10 میلیون من تأمین میشه. حالا کار قویترم هم میتونم کنار کارم ارائه بدم، بحث جداست. اما یک جایی هست، یک سازمانی هست که 10 تا کار از من میخره دونه 1 میلیون. کارم حالا کارهایی که تو اندازه 1 میلیون باشه، نه یک کار 5 میلیون بگن 1 میلیون، تو هم اندازه باشه. و توی اون نمایشگاهی که توی 4 نقطه شهر هست همیشه برپا باشه و کسانی که میخوان هدیه‌ای به دیگری بدن نه همش یاد کاسه و پارچه و عرض کنم قصه ها بیفتن، بدونن که میتونن توی چنین جایی مراجعه بکنن و یک اثر هنری رو، حالا جواهر هست، نه تابلو نقاشی هست، تابلو خوشنویسی هست، اصلا این ساده ترین حالت ممکنه حمایت از هنرمندان ماست که هنرمند خیالش راحته. وقت همون مجموعه میتونه 1000 تا هنرمند رو از جاهای مختلف ایران، نه تهران، یه گمان کردی که ایران ز تهران تا کرج باشد، نه همه جای ایران. اون بنده خدا که تو زاهدان داره کار میکنه، تو ساوه کار میکنه، توی کردستان کار میکنه، اونا هم به همین ترتیب اینها میتونن جزء این مجموعه باشن. من خیلی کلی گفتم خدمتتون و موجز و کارهاشون رو ارائه بدن و خیالشون راحت باشه کارمند اونجا هستن و کارهاشون در حقیقت به معرض فروش میرسه. وقتی اینجوری نمیشه، من هنرمند جداگونه واسه خودم باید ساز بزنم، دیگری هم برای خودش باید ساز خودش رو بزنه، بعد خب منم میگم کارام 20 میلیون کمتر نمیدم دیگه، چون اصلا منطقی نیست، با امرار معاش روزگار من نمیخونه. به خاطر همینی که قیمتهای خود عجیب و غریب میشه. پس 2 تا نگاه داشتیم. اون مطلبی که شما فهمودین خیلی خیلی شخصیه. توی اون بحث مجسمه که اشاره داشتین، خود هنرمند میدونه که این اثر اگر بخواد بیافرینه، هر چند که به نظر شما ساده است، به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر هست نسبت به اون اثری که به نظر شما شلوغ‌تر و سنگین‌تره. پس قیمت‌ها اینجوری برای خودش تعیین میشه، چون میدونه اگر یه بار دیگه بخواد اون رو بیافرینه گرفتار هست و حداقل باید پولش رو به درستی
بگیره. تو اون بخش کلی‌تر هم که خدمتتون گفتم حمایت دولتی حتما نیاز هست و یک دست هیچگاه صدا نخواهد داشت. من میخوام یه چند تا کلمه بگم و شما جوابهای خیلی کوتاه بهشون بدید طبق روالی که هستن. من مقدمه هم یک ساعتی متاسفانه سعی میکنم. مولانا: از خود به طلب هران چه خواهی که توی. عشق: بده خنجر کتاب سینه کنم چاک، ببینم عشق با جونم چه کرده. موسیقی همیشه منو با خودش کشونده. گفتش سعدی چو جورش میبری، نزدیک او دیگر نشو. ای بی بسر من میروم، او میکشد کلا را. همیشه ما رو دنبال خودش کشونده. هنر: خلاقیت و آفرینش با توجه به معیار زیباشناسی است. دکلمه: ظهور دو بخش از دنیای زیبای هنر در قالب ادبیات و موسیقی. جایزه: هیچ وقت بهم ندادند. فستیوال ایرانی: همیشه لازم. هنرمندان ایرانی: بسیار فرهیخته، عمیق و درونگرا. یه سوالی که میتونم ازتون بپرسم این هستش که شما تفاوت بین هنرمندانی که از شرق میان با هنرمندانی که از غرب میان رو در چی میبینید و فکر میکنید که امروزه به صورت کلی کدامش مخاطب بیشتری داره؟ گفت قبله و مذهب یکیست، یار یکی بیش نیست. هر که یکی در میان دید، یکی را دو دید. بحث اینه که جز یک سخن نیست عشق، و این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. حتما احساسی که یک عاشق در ایران داره با احساسی که یک عاشق در امریکا داره قطع و یقین برابره، و اون هیجانات و اون شور و بیتابی و التهابی که درش پدیدار میشه قطعا یک رنگ هست، اما به زبان خودشون بیان میکنن. هنرمندان حقیقی همشون هر جای دنیا هستن، به نظر من از دنیای عمیق صحبت میکنن، نه قصه های سطحی. فرمود که عشق حقیقی است، مجازی مگیر، این دم شیر است بازی نگیر، و اینو در قالب مختلف هنری بیان میکنن. اما حرفشون حرف عمیق و درست و یکیه که در حقیقت همه از یک چیز سخن میگن. یعنی ما همه جای دنیا میدونیم که دروغ چیز بدیه، همه جای دنیا یک زیبا رو، یک چهره زیبا رو میشناسن، مگر اینکه بخواد حسادتی بکنه یا الی آخر. یک دسته گل زیبا رو میشناسن، همینطور که بدی ها رو به خوبی متوجه میشن، همینطور که صداهای عجیب و غریب رو در قالب موسیقی متوجه میشن. اما من اینو بعد خود رفت بدم این بحث و اینم باز جز مباحث مفصله، به دنیای مدرنیتهی که متاسفانه بشر امروز رو گرفتار کرده. من خیلی اگر به استفاده درستی در حقیقت دست پیدا نکنیم از دنیای دیجیتال و مدرن، همونطور که خوبی هایی داره بدی هاش هم توی همون اندازه ها میاد. یعنی ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم، انقدر اخبار زیاد، انقدر آثار تولید آثار زیاد و و و و و هر روزه ما میشنویم و میبینیم توی این عرض کنم اپ های مختلف، و
ناخودآگاه منی که قالبم مشخص بوده به لحاظ شنیدن و دیدن توی دنیای هنر، منم خود به خود یک سرکایی میکشم و یه جاهایی هی پرت میشم و حداقل یه وقتی رو از دست میدم. اما کسانی که به درستی گام برمیدارن توی هر بخشی از هنر، اینها همیشه یک حرف واحد رو زدن و حرف واحدشون هم خلاصه ی حرف واحدشون عشق هست، و عشق هم به گمان من به زیبایی توی شعری هست به نام لال از فریدون مشیری، گفت شبیه آخه هنرمندا خیلی مدعیم هستن بعضا مثل خود من، گفت شبیه همراه این اندوه جانگاه، مرا با شوخ چشمی گفتگو بود، نه چون من های و هوی شاعری داشت، ولی شعر مجسم چشم او بود، به هر لبخند یک حافظ غزل داشت، به هر گیسو یک سعدی سخن بود، من از آن شب خموشی پیشه کردم که شعر او خدای شعر من بود. تو بگو من چرا سخن گفتم. بس اینجاست که همه این هنرمندها از یک حکایت دم میزنن و اون عشق هست، و عشق هم فرمود که در اونجا که تویی بر نیاید دیگر آواز منه. عشق هم تعبیر و تفسیر خودشو داره، ولی خلاصه عشق یعنی این که تو هستی، تو بگو رضای من رضای تو، تو هرچی میخواهی بگو، تو هرچی میخواهی بکن، و من نیاز دارم به تو و عاشق تو هستم. این رو من در قالب مختلف آثار هنری به وجود میارم. من هنرمند درس میکنم در دنیای موسیقی، در دنیای نقاشی و دیگر دنیا سینما و الی آخر، و خلاصه همه این حرفا هم از عشق ما رو به زیبایی ها میرسونه، و زیبایی ها یکی از بارزترینشون مهربانیه. مردمان ما اگر که مهربان باشن، همدیگر رو به عنوان خواهر و برادر نگاه بکنند، یه مقدار صداهای عجیب و غریب کمتر میشنویم و زیبایی ها رو بهتر میبینیم. ولی ما متاسفانه خیلی پول دوست داریم، کارشو نمیشه کرد. به راکفلر گفتن آقا تو چقدر دیگه پول لازم داری راحت بشید، و هنوز 4 صبح مشتاقانه میپری. خب یه خود فکر کرد، گفتش که یکم دیگه اگر باشه. خب این یکم دیگه، میگه حضرت سعدی فرمود چشم تنگ مرد دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. به خاطر این همین یکم دیگه هست که ما از خیلی از خصال انسانی و اخلاقی دور میفتیم، و متاسفانه جهانمون جهان خوبی نمیشه. اتفاقا من دیشب روی یک ویدئویی کار میکردم پیرامون همین قضیه و اتفاقات بدی که توی سال گذشته 2020 به قول دوستی چی فکر میکردیم چی شد شد، داشتم کار میکردم و انقدر این سنگین هست واسه خود من، اجراش خیلی سخته. یعنی این بغضی که میاد سراغ آدمی، اون درد و گرفتاری که ما با خودم واقعا چی کار میکنیم، چه داستان غریب و پریشونی هست. اشاره میکنم به این فیلمی که اخیرا پخش شد، دختری که فلفل میذارن دهنش میخوره که بخنده طرف. این آدمی میتونه به کجا برسه؟ سعدی گفت به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. حالا حضرت سعدی نیست که برعکسش هم ببینه، ولی تمامی عاشقان در دنیای هنر دم از عشق میزنن، و عشق هم جز زیبایی و مهربانی نیست. اجازه بدید که من در پایان دوباره شما رو استاد خطاب کنم و ممنون از مهربانی شما. ممنونم، من از مصاحبتتون سیر نمیشم به شخصه. من خیلی لذت بردم و خوشحالم از اینکه در گروه پرژن اورز در کنار شما هستیم و میتونیم از شما استفاده بکنیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. به امید دیدار مجدد. قربان شما. منم سپاسگزاری میکنم از مهر و محبت شما عزیز. امیدوارم که بتونم انجام وظیفه بکنم به درستی. متشکرم. مرسی. خدا نگهدار.